ساکن تشدید مرئی دوازده تا چه دیگه؟ یک دو سه چهار و پنج و شش هفت و هشت و نو ده و یازده دوازده دوازده نه سیزده که همین اینه دیگه همین اینه دیگه علامت ایسی دوازده تا چه امو جونم امو جنجیل باف جنجیل ملا بافتی پشت کوهن لافی های بابا 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 های بابا 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 جونم اومده های سیسی ها بلده های نخو سیسی سی بخور و بیا به صدای سی به صدای سی صدای خر دیگه به صدای خر من خر یا تو خدا جد آباده تو بیامون امو جونم امو جنگیل با جنگیل ملا باشی پشت کوه انداختی آی بابا جونم بابا جونم اومده چیچی ها بلده نخو چیچی شیش بخور و بیا به صدای شیش امو جونم امو جنجیل باف جنجیل ملا بافی خوش کو انداختی آی بابا 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 آی بابا جونم اومده کسی آورده نخوشی کیشی بخور و بیا به صدای سی ساکن تشدید مد ای ساکن تشدید مد ای ساکن تشدید مد ای ساکن تشدید مد ای ای و آ مساویش با آ ای و آ مساویش با آ آی آی مجلس تمام گشت و به آخر رسید آی آی ما همچنان ما همچنان در اول وصفه تو مانده این خدای من ای وای بر محمد و آل محمد صلوات و بر امام امت درود تو تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سخت بشکافیم و ترهی نو در اندازیم
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به امید تو نه به امید خلق روزگار. آقای اکبر آقا، زندگی محل رفتنه، باید یه روزی از این دنیا رفت. مثل موسی خان خیاط، خدا رحمتش کنه، شب تو مسجد با من بود، نماز خوندیم، دعا کردیم و برای همه رزمندگان و برای سلامتی امام و برای همه مردمی که برای این مملکت خدمت میکنن دعا کرد. آخر الامر رفت منزل و شامشو خورد و گفتن سکته کرد و رفت به کارش. و رفتیم بردیمش هم، خاکش هم کردیم، قبرش هم لگد کردیم، اومدیم. نه ببین آقای اکبر آقا، الان من اینجا پامو زنجیر کردم، نمیتونم هر زیاد اذیتم بکنی، ناراحت میشم. دلم میخواد تو حرف منو بفهمی من چی میگم. همونطوری که رفتارت با ننه سکینه بهتر شد و ننه سکینه رو تو ادب کردی، یعنی محل نگذاشتی به ننه سکینه حرفای زشتی که میزد. دیشب از بغل اتاقتون که یواشکی رد میشدم، دیدم که ننه سکینه از تو معذرت میخواد، میگه آقا اکبر جون منو ببخش، من نفهمیدم، من پیرزنم، من دیگه باید یواش یواش برم، مثل موسی خان خیاط منم باید برم اون دنیا. این حرفی که ننه سکینه زد یعنی ننه سکینه ادب شد، ننه سکینه خواست که به تو بفهمونه که من نفهمیدم در بعضی از مواقع که حرفهای زشت و رکیک به تو میزدم نمیفهمیدم. حالا منو ببخش، تو یواش یواش تو بزرگ شدی، بچه‌ها خوب یواش یواش بزرگ میشن، شعورشون بیشتر میشه، فهمشون بیشتر بالا میره، درکشون درسته که بچه‌ها